سایت وزارت خارجه آمریکا نوشت فرانک آر فانون دستیار وزیر خارجه در امور منابع انرژی از 15 تا 20 تیر ماه به جده در عربستان سعودی و زاگرب، کرواسی و بلژیک سفر میکنه تا سیاست‌های آمریکا علیه رژیم رو پیش ببره. تا رژیم پاسخگوی تمام تهدیدات و اعمال شریرانش علیه جامعه جهانی بشه. همینطور سایت وان ایندیا در مورد شکست توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران نوشت دستگیری نماینده رژیم ایران و اعضای یک سلول تروریستی خفته، بازدید رئیس جمهور رژیم از اروپا به خاطر توافق اتمی را ضایع کرد. البته باید بگیم که فضاحت‌های تروریستی رژیم به این خبر فقط محدود نمیشه. رویتر گزارش داد که وزارت اطلاعات هلند روز جمعه خبر اخراج 2 از کارکنان سفارت رژیم ایران از اون کشور رو تایید کرد. به گزارش رویتر یک مقام بلند پایه رژیم گفت که این بازداشت‌ها و اخراج‌ها بخشی از کوشش‌هایی است که دشمنان ما برای ضربه زدن به تلاش‌ها برای نجات توافق اتمی انجام می‌دهند. مقامات اطلاعاتی هلند توضیح ندادند که آیا اخراج این 2 دیپلمات با کشف توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران و دستگیری یک دیپلمات تروریست رژیم در آلمان در ارتباط با این توطئه ربط داره یا نه. عفو بین‌الملل هم اقدامات رژیم در سرکوب مردم خوزستان که خواهان آب هستند رو محکوم کرد. عفو بین‌الملل نوشت مقامات رژیم ایران باید یک تحقیق بی‌طرفانه در مورد گزارشاتی که نیروهای امنیتی از فشار غیر ضروری و بیش از حد و احتمالاً شامل استفاده از سلاح‌های گرم علیه معترضین عموماً مسالمت‌جو در جریان اعتراضات اخیر در استان خوزستان استفاده کردند انجام دهند، جایی که مردم خواستار آب آشامیدنی غیر آلوده و سالم بودند. عفو بین‌الملل امروز هم گفت آنها باید تضمین بدهند هر کسی که صرفاً به خاطر انجام حق تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شده است آزاد شود و بازداشت شدگان تحت شکنجه یا سایر سوء رفتارهای آزادی تعلیقی قرار نگیرند.